خب تو ادامه میرم چند تا مثال با قاعده هایی که گفتم واسط تحلیل کنم. بچه تو مثال هامون اولویت اول روش وارسیه. اگه روش وارسی جواب نداد میرم روش ضرایب مشهول. اتفاقا تو مثال هایی که بررسی میکنیم در واقع روش ضرایب مشهول هم هست. گفتم اغلب تست های کنکور با روش وارسی هم میشن، ولی خب یه چند تاشون هم میتونه با روش ضرایب مجهول باشه. خب اولین واکنش، واکنش فسفر سفید با سدیم هیدروکسید آب تولید همچین محصولاتی میکنه. باید موازنه کنی و مجموع ضرایب پیدا کنی. خب ترکیب پیچیده، قاعده اول انتخاب ترکیب پیچیده، ضریب یک اولین انتخابته. ترکیب پیچیده همونی بود که تعداد و تنوع اتم بیشتری داشته باشه. بعد که ترکیب پیچیده رو انتخاب کردی میری قاعده دوم، انتخاب عنصر آغازگر. عنصر آغازگر عنصری است که در دو سمت واکنش فقط در ساختار یه ماده باشه. الان اینجا یه دونه سدیم داری، به تبع ضریب NaOH یک خواهد بود، چون در سمت واکنش دهنده هم سدیم فقط در ساختار NaOH. ببینیم با هیدروژن نمیتونه ادامه بدی، چون هیدروژن در واقع در ساختار pH سم هست، در ساختار H2، پس با هیدروژن نمیتونی جلو بری. اوکیه؟ با فسفر نمیتونی جلو بری، چون فسفر اینجا هم هست، تو سمت واکنش دهنده هم هست. و اما با اکسیژن میتونی بری. اکسیژن سمت فراورده فقط در ساختار این ماده Na2PO2 هست. اینجا دوتا اکسیژن داری، ضریبش هم که یکه، سمت واکنش دهنده باید دوتا اکسیژن باشه. خب ضریب یک مشخصه، یک اکسیژن اینجا داری، ضریب H2 هم یک میشه که مجموع اکسیژن ها بشه دوتا. اوکی؟ حالا هیدروژنات این سمت مشخصه، سه تا هیدروژن اینجا داری، دقت کن، سه تا هیدروژن سمت واکنش دهنده داری، دوتاش اینجاست، به طب اینم باید بشه چند؟ یک سوم، که بشه یک و این دوتا بشه مجموع سه هیدروژن. هرگاه به کسر رسیدی کسر رو از بین ببر. چه شکلی؟ به مخرج کسر ضرب کن همه ضرایب رو. اینجا با یه پارانتزی باز کنم، همه ضرایبی که تا این مرحله مشخص شده، مثلا اینجا ضریب P4 مشخص نشده، به طب نمیتونی به چیزی ضرب کنی، پس الان شما باید همه رو ضرب در 3 کنی، به جز P4 که ضریبش فعلا مشخص نشده. 3 ایشون هم میشه 1، همه رو ضرب در مخرج کردم که کوچکترین عدد صحیح بشه. حالا شما میتونی ضریب P4 رو مشخص کنی. بچه یک فسفر اینجاست، سه تا فسفر اینجاست، ضریب Na2PO2 و ضریب pH سم 1، پس در سمت فراورده 4 تا فسفر داری، پس ضریبیشون هم میشه در واقع 1. حالا از من خواسته که مجموع ضرایب رو بگم. مجموع ضرایب میشه 11. 3 تا 3 2 تا 1، جواب ما گزینه 2 هستش. بچه ما چون داشتیم صحبت میکردیم طول میکشید، یعنی یکی دو بار خودت این قاعده ها رو مرور کنی موقع موازنه کردن دیگه ملکه ذهنت میشه. حالا بریم ادامهش رو ببینیم. سال دوم میگه مجموع ضرایب فراورده ها در واکنش یک به مجموع ضرایب مولکول ها. اینجا غیر از موازنه یه انتظار دیگه ای از تو داره، فرق مولکول و ترکیب یونی. خب اگه دقیق باشی متوجه میشی که باریوم هیدروکسید و باریوم کلورید ترکیب یونیه، HCl و H2O ترکیب مولکولیه. تشخیصشون هم کار سختی نیست، ترکیب یونی فلز نافلز، البته معمولا داریم، اغلب داریم، چون استثناء داریم نمیخوام الان واردش بشم. ترکیبات مولکولی هم اغلب بین دو نافلز. اوکیه؟ پس شما باریوم رو از گروه دو میشناسی، یعنی خب فلز 100% این ترکیبات یونی خواهند بود. پس خیلی دقت کن، این غیر از موازنه از تو انتظار فرمول نویسی هم داره، یعنی شناسایی فرمول ها، که این فرمول مربوط به ترکیب مولکولیه، این فرمول مربوط به ترکیب یونیه.
خب به هر حال شما مجبورین دو تا واکنش رو موازنه کنی و این نسبت رو پیدا کنی، یعنی مجموع ضرایب فراورده ها به مجموع ضرایب مولکول ها در واکنش دو، مجموع ضرایب فراورده ها در واکنش یک. این نسبت خواسته نهایی سواله. خب بریم ترکیب پیچیده. ترکیب پیچیده H3PO4 فسفوریک اسید، اوکی؟ سه تا هیدروژن میبینی، ضریب HClO4 سه میشه، یه دونه فسفر میبینی اینجا، اندیس P4 ده، خب چهار دیگه اندیس فسفر، پس باید ضرب در یک چهارم بشه. به کسر رسیدی، همین اینجا کسر رو از بین ببر. خب به طب ضریب CLO7 چون مشخص نیست، خب اینجا نمیتونه چیزی ضرب کنی. چون اینقدر تاکید میکنم، چون خیلی دیدم بچه ها کلاس های حضوری وقتی میگم ضرایب رو ضرب در مخرج کسر کن که کوچکترین عدد صحیح ممکن به دست میاد، بچه ها اینم مثلا یک در نظر میگیره و ضرب در مثلا چهار میکنه میگه اینم چهار. نه عزیز من، هنوز CLO7 ضریبش ایکسه، پس نمیتونه به چیزی ضرب کنی، اوکیه؟ خب حالا اگه همه رو شما به چهار ضرب کنی، خب ضریب جدیدی میشود 12، 3 بود میشه 12، ایشون میشه 1 و ایشون هم میشود 4. فقط میمونه الان در واقع ضریب CL2O7، اینم با مشخص کردن تعداد کلور، 12 تا کلور داری، پس ضریب CL2O7 میشه 7، 7 دو تا 14. بچه ضریب و اندیس جفتشون هم تعداد اتم رو مشخص میکنن ولی با تفاوت‌هایی. ضریب مثلا این ضریب 7 مربوط به کل مولکوله یا کل ترکیب اگه یونی باشه، ولی اندیس صرفاً تعداد اتم داخل اون ترکیب رو نشون میده، یعنی نسبت مولی کلور و اکسیژن 2-7ه، اوکیه؟ ولی این 7 هم مال کلوره هم مال اکسیژنه، پس ضریب و اندیس تفاوت هم با هم دارن، شباهت هایی هم با هم دارن. تفاوتشون خب دیدیم، ضریب مشخص کننده تعداد کل اتم هاست ولی اندیسه مشخص کننده نسبت مولی بین اتم ها داخل یک مولکوله. شباهت جفتشون هم به هر حال دارن مجموع تعداد اون عنصر معین رو نشون میدن. الان اینجا 7 تا 14 تا 14 تا انگار کلور داری، خب این سمت هم ببخشید این باید 6 بشه، البته چون اینجا 12 تا کلور داریم به طب 6 دوتا 12 تا. خب بقیهش هم دقیقه اتوماتیکوار اکسیژن ها هم موازنه شد، 4 4 تا 16 6 7 تا 42 42 با 16 میشه 58 و شما اینجا میبینید که 48 تا اینجا اکسیژن دارید، 10 تا تو پی 14 و جمعش میشه 58. اتوماتیک و نیاز نبود چک کنی، این رو صرفا واسه آموزش میگیم. حالا تو واکنش یک مجموع ضرایب فراورده ها رو میخواد، میشه 10، 4 و 6 شد 10. حالا میرم سمت واکنش دوم. واکنش دوم میخواد موازنه بشه ترکیب پیچیده باریوم هیدروکسید، درسته؟ اتم به اتم جلو میرم، سمت فراورده ها هم باید باریوم یه دونه باشه، چون در ساختار یه ماده است خیالم جمعه، ضریب باریوم یک خواهد شد. خب عنصر بعدی که میتونه موازنه بشه اکسیژنه. بچه ها دقت کنید، این اندیس دو که بیرون پرانتز یون چند اتمی نوشته شده مربوط به همه اتم های اون یون چند اتمیه. دو تا اکسیژن داری، به تب ضریب H2O هم دو خواهد شد. الان اینجا 4 تا هیدروژن داری، درست شد؟ 4 تا اینجا هیدروژن داری، دو تاش اینجاست، دو تاش هم به HCl خواهد رسید. کلر هم نیاز نبود ها، ولی خب چک کن، دو تا کلر، دو تا کلر موازنه شد. حالا تو مخرج باید مجموع ضرایب مولکول ها رو بگیم، HCl و H2O من مولکول، ضریب جفتشون هم 2 و می شود 10 چهارم 2.5. جواب درست گزینه در واقع 3 خواهد.
من اینجا یه نکته بگم. بچه های دوازدهمی به دردشون میخوره. دوازدهم فصل اول، اسید و باز. واکنش خونسا شدن اسید و باز. بچه این اسیده، ایشون هم بازه. بچه های دوازدهمی میتونن این رو متوجه بشن که تولید آب میکنه. بهش میگن واکنش خونسا شدن اسید و باز. بچه ها به تعداد ظرفیت باز ما ضریب اسید میذاریم. اینجا ظرفیت باز من دوه، یعنی یک مول باریوم هیدروکسید دو تا هیدروکسید داره. پس HCl هم واسه خونسا شدن، خونسا شدن چی بود؟ برابری هاش مثبت ها و او هاش منفی. خب وقتی من اینجا دو تا او هاش دارم، باید ضریب HCl هم دو بشه. هاش من انگار باید برابر با او هاش بشه. میخوام بهت بگم این نکات کمک میکنه به سریع موازنه کردن. یعنی من تا میبینم یک باز دو ظرفیتی با یک اسید تک ظرفیتی داره موازنه میشه، داره واکنش میده، ضریب یک دو، ببین دو تا هم آب تولید میشه. وقتی دو تا اوهاش با دو تا هاش دو تا آب، ضریب باریوم کلرید هم یک میشه. اینا به سرعت میده. شاید بگی آقا کسی نکته رو ندونه، اتفاق نمیفته. نه نمیفته، ولی اینا در واقع تفاوت چند ثانیه ای، یعنی یه دانش آموز که داره سر جلسه کنکور تست میزنه، تا این نکته رو میبینه دیگه عدد گذاری میکنه. ولی یه دانش آموز حواسش نباشه، صرفا با قاعده هایی که ما گفتیم بخواد موازنه کنه، یه ذره از اون عقب‌تر میمونه. ما هدفمون اینه که همه راهکارها، همه راه حل ها رو بگیم که سرعت افزایش پیدا کنه. و اما تست سوم میگه در کدام واکنش های زیر پس از موازنه معادله شون مجموع ضرایب فراورده ها 1.5 برابر مجموع ضرایب واکنش دهنده هاست. در واقع بچه چیزی که از ما میخواد مجموع ضرایب فراورده ها به مجموع ضرایب واکنش دهنده ها باید 1.5 یا همون 1/3 باشه. پس شما مجبوری که این واکنش ها رو موازنه کنی. البته تو جزوت هم یه ایراد تایپی هست، گزینه 1 ب و ت، گزینه 4 ب و پ خواهد بود، اینو اصلاح کن. خب با این حساب شما تو تست های چند موردی که این شکلی یکم کار ساده تره، یعنی صرف هم با بررسی دو مورد میشه به پاسخ رسید، چون دو مورد تو این نسبت صدق کنه که صدق نکنه. مثلا من میرم مورد آ رو موازنه کنم، ترکیب پیچیده پشت N2F4 ضریب 1 میذارم، چند تا نیتروژن میبینم؟ دوتا، ضریب NH3 هم به تب 2 خواهد شد. بچه ها 6 تا هیدروژن میبینم، 2 3 تا 6 تا، ضریب HF6 خواهد شد. حالا فلور من اینجا 6 تا، اینجا 4 تا میشه، چقدر 10 تا. پس ضریب F2 5 خواهد شد. ضریب و اندیس مجموع تعداد اتم ها رو میرسونه. حالا بریم این نسبت رو واسه ایشون بررسی کنیم. مجموع ضرایب فراورد ها 6 و 1 7 5 و 2 7، این نسبت 1.5 نیست. پس اگه مورد آ در واقع اشتباه باشه، میمونه گزینه 1 و گزینه 4. گزینه 1 و 4 ب رو دارن، نیاز به بررسی نداره. یه مورد رو بررسی میکنی، یا پ رو یا ت رو. اگه پ درست بود، این اگه پ اشتباه بود، گزینه 1 جواب خواهد بود. خب ما میریم مثلا پ رو بررسی کنیم. البته من هر چهارتاش رو موازنه میکنم، چون هدف ما اینجا در واقع آموزش موازنه است با تمرین بیشتر. ولی خب خواستم بهت قلق تستنی هم بگم دیگه، اون قلق گیری خیلی مهمه. یه دانش آموز که تست رو میبینه نیم نگاهی به گزینه ها میندازه. من دارم در مورد یک دانش آموز حرفه‌ای که تو باشی باهات صحبت میکنم. خب بریم اینو موازنه کنیم. من ترکیب پیچیده CLF3 رو انتخاب میکنم. خب بچه ها CL اینجا یه دونه است، کلور اینجا دوتاست. خب این اندیس 1/2 میگیره و باید به مخرج کس ضرب کنیم. خب میتونم همین اول اینو 1 بذارم، انگار ضرب در 2 کردم، این هم بشه 2 تا CL. الان کلورها موازنه شد. خب 2 3 تا 6 تا، 6 تا فلور داری، از ضریب هاشف هم مشخص شد 6 تا فلور.
عنصر بعدی که میخوام باش ادامه بدم هیدروژن. 6 تا هیدروژن اینجا دارم. ذری به NH3 هم به تب 2 خواهد شد. حالا 2 تا نیتروژن سمت فراوردن باید 2 تا نیتروژن باشه. الان بریم این نسبت رو برای مورد په حساب کنیم. مجموع ذرایب فراورده ها 1 و 6 و 7 و 1 8 2 2 4 و 1 5 8 پنجم در واقع جواب ماست. 8 پنجم میشه 1 و 6 دهم، 1 و نیم نیست. پس مورد پ غلطه و جواب ما مورد ت خواهد بود. خب ما گزینه های اشتباه رو دیدیم، موارد اشتباه رو دیدیم، دیدیم که آ و پ نسبتشون 1 و نیم نبود و به جواب رسیدیم تا اینجا اوکی. ولی من میخوام همه گزینه ها رو تحلیل کنم که تمرین بشه. مورد ب و ت با اینکه میدونیم درسته داریم بررسی میکنیم. ترکیب پیچیده SOCl چند تا گوگرد میبینم؟ یه دونه. خب چند تا اکسیژن میبینم؟ اینجا یه دونه. این نامشخص، این دوه. خب اینم باید یک باشه دیگه که جمع واکنش دهنده اکسیژنشون بشه دو با سمت فراورده برابر بشه. پس ضریب H2O هم 1 خواهد شد. حالا اینجا شما هم میتونی با کلور بری هم با هیدروژن. دو تا کلور داری، دو تا هیدروژن داری. ضریب HCl در واقع 2 خواهد بود. حالا اون نسبت رو واسه مورد پ بخوای بررسی کنی، مجموع ضرب فراورده ها 3 3 دوم. بله خواسته سوال. پس مورد ب درست بود و ما مورد ت تجزیه سدیم هیدروژن کربنات، اسم دیگرش جوش شیرینه، اینا رو خواهشم بلد باش. ترکیب پیچیده NaH3O3، یه دونه سدیم، اینجا دو تا سدیم. پس همون ابتدا این به 1 دوم میرسه، ضرب در مخرج میکنم به این ضریب 2 میدم. اوکی، حالا دو تا هیدروژن میبینی، اینجا هم دو تا هیدروژن، هیدروژن فقط در ساختار آبه، ضربش میشه 1. دو تا کربن میبینی، یک کربن اینجاست، یکشم اینجا. اکسیژن هم اتوماتیک وار موازنش 6 تا سمت واکنش دهنده 3 2 1 5 با اینم 6. یه واکنش بسیار مهمه. دیدی چقدر موازنش هم ساده است؟ 2 بقیه 1. حالا این نسبت ها رو واسه این حساب کنیم. ضریب فراورده ها 3، ضریب واکنش دهنده 3 دوم و جواب درست همون مورد 1 خواهد بود. و اما و اما و اما سوال 4. سوال 4 بچه با روش وارسی امکان پذیر نیست. اینجا یه موردی رو شما اصلاح کنید. این NO2 خواهد بود بچه. CU به اضافه H2O3 جزوی که در اختیارته، CU NO3 دو مرتبه به اضافه NO2 به اضافه H2O. اوکی؟ اگه دقت کنید دوتا واکنه شبیه همن، منتها یه جا CU یه جا AL، منتها چون با ظرفیت های متفاوت، آلومینیوم با ظرفیت 3 شرکت کرده، مس با ظرفیت 2، موازنهشون متفاوت خواهد بود. این با روش در واقع معمولی، با روش وارسی موازنه نمیشه و باید با روش ضرب مجهول بریم. من که خب اول نمیدونستم، یعنی کار خودم رو انجام میدم، روش وارسی. ضریب 1 رو پشت ترکیب پیچیده میذارم، CuNO3 دو مرتبه. خب چند تا مس میبینم؟ یه دونه. خب چند تا نیتروژن میبینم؟ اینجا دو تا. آها، نیتروژن در ساختار دو ماده است، پس تکلیفش مشخص نمیشه که اینجا پشت H2O3 ضریب بذاریم. اکسیژن اینجا 6 تاست ولی نامشخص، تو H2O هم نامشخص، پس نمیتونی تکلیفش رو سمت فراورده مشخص کنی که با توجه به اون ضریب H2O3 بذاری. پس اینجاست که به روش دوم متوسل میشیم، ضرایب مجهول A B C. حالا عنصر به عنصر جلو میریم. چه شکلی؟ اول با هیدروژن من میرم جلو. خب اینجا چقدر هیدروژن دارم؟ فقط H2O3. آ دیگه در ساختار هیچ ماده هیدروژن نیست، میرم سمت فراورده. وقتی میرم سمت فراورده مساوی میذارم، هیدروژن نیست، هیدروژن نیست، هیدروژن تو H2O، اندیسش تو ضریبش C، پس آ مساوی 2C. این اولی معادله. خب بچه سه تا مجهول داری، باید سه تا معادله داشته باشی، سه معادله سه مجهولی. اوکیه؟
خب عنصر بعدی نیتروژنه. چقدر نیتروژن میبینی اینجا؟ آه فقط در ساختار هاشنوسه. حالا بیا سمت فراورده ها. سمت فراورده ها در ساختار CuNO3 دو مرتبه چقدر نیتروژن اینجا میبینی؟ دوتا به اضافه یه. اینجا چقدر میبینی؟ تو NO2 یه دونه به اضافه B. تمام. پس رابطه بعدی هم به کمک نیتروژن نوشته شد. و اما رابطه سوم به کمک اکسیژن قرار نوشته بشه. خب اکسیژن من اینجا چقدره بچه؟ 3A. 3A مساویه اینجا چند تاست؟ 6 به اضافه NO2 اندیسش دو ضریبش B. 2B به اضافه C. حالا با توجه به این 3 تا معادله شما میتونید مقادیر A و B و C رو پیدا کنی. بقیهش ببین زیاد سخت نیست دا. مثلا شما میتونید به جای 3A معادل C رو اینجا بذاری، یعنی همه مجهول ها رو تو یک معادله، معادله سوم سه تا مجهول رو همزمان داره. پس من میام به جای 3A بنویسم 6C مساویه. دقت کردی؟ اینو ضرب در 3 کردم دیگه. 3A مساویه 6C. به جای 3A معادل 6 تا 3 رو گذاشتم. خب مساویه 6 به اضافه 2B به اضافه، خب این 3 میاد این ور، 6 به اضافه 2B. خب چی میشه بچه ها؟ 5C مساوی 6 به اضافه 2B. معادله بالایی را هم میتونیم مجددن به جای A بنویسی 2C مساوی 2 به اضافه B. حالا از اینا مقدار B و C مشخص میشه. چه شکلی؟ ما داریم اینجا بهت انگار ریاضی هم یاد میدیم. معادله بالایی رو ضرب در 2 میکنم، معادله پایین رو ضرب در 5. چرا این کار رو میکنم؟ که بشه 10C. سمت‌های اول برابر باشه، سمت‌های دوم رو با هم مساوی قرار میدم. خب این اگه ضرب در 2 بشه میشه 12 به اضافه 4B مساویه. اگه این ضرب در 5 بشه میشه 10 به اضافه 5B. بچه ها B از اینجا میاد 2. B 2 بیاد، C هم قرار 2 بیاد. B رو شما اینجا 2 بذاری C میشه 2، C میشه 4، C هم میشه 2، A هم میشه 4. پس شد 4 2 2. به همین سادگی. شاید بگی آقا تایم برد، سخت فلان، معادله حل کردیم. یه پستی رو تو پیج اینستاگراممون در واقع منتشر کردیم تحت عنوان تو 4 تا جا عدد 4 بذار. یکی از اون 4ها این واکنش پرتکرار تو کنکوره. خب اگه من 4 تو ذهنم باشه که پشت هاش NO3، خب این 1 و 1 رنگ هم میدونستم با روش وارث، این 4 اینجا بذارم کار حل، نیاز به این معادله ها و این در واقع حل کردن جبری نداشت. ولی خب بیسش رو بلد باشی. من تو پارت 1 قسمت آموزش در واقع اینا رو بهت گفتم، روش اینو کامل به توضیح دادم. اتفاقا هم این مثال، نه یه مثال از کنکور 98 رو اونجا مطرح کردم، اونجا هم بیسموت به جای هاشنوسه در واقع واکنش داده بود. اوکیه؟ اونجا من با اون روش توضیح، همونو ببین همین رو در واقع مثال بعدی هم واکنش دو هم با این روش میخواد موازنه بشه. من میرم اسلاید بعدی موازنه کنم، بعد مجموع ضرایب اختلاف اینا رو پیدا کنم. خب تا اینجا بچه مجموع ضرایب واکنش اول چند شد؟ 1 و 4 5 1 6 10. پس واکنش 1 مجموع ضرایبش 10. بریم واکنش 2 رو موازنه کنیم. واکنش 2 رو من اینجا می نویسم، آل به اضافه هاشنوسه فلز آلومینیوم در اسید نیتریک ریخته میشه، تولید نمک آلومینیوم نیترات به اضافه مولکول NO2 نیتروژن دی اکسید و مولکول H2O. بریم موازنه این رو ببینیم. خب مجددا ترکیب پیچیده، ضریب 1 پشت AlNO3 سه مرتبه، پس آلومینیوم یه دونه، ولی با نیتروژن دیگه نمیتونه ادامه بدی. نیتروژن اینجا نامشخصه، پس تکلیفش مشخص نیست. با
با اکسیژن هم نمیتونی جلو بری. اینجا مشخص 9 تا ولی نامشخص اکسیژن توی ایشون هم هست، به طبیعی هم مشخص نمیشه. مجددا متوسل میشیم به روش ضرایب مجهول ایو بیو سی. تکرار فقط میکنم روش رو یاد بگیری. خب عنصر به عنصر جلو میریم. با هیدروژن شروع میکنم. آ مساویه. اینجا چند تا نیتروژن دارم؟ 3 تا. 3 به اضافه 2 بی. با نیتروژن شروع کردیم بچه. فرق نمیکنه. با هیدروژن شروع کنیم. مجددن آ مساویه. هیدروژن فقط در ساختار H2O. اندیسش 2 ضریبش سی. آ مساویه 2 سی. و سومین عنصر در واقع اکسیژن خواهد بود. 3 آ مساویه. اینجا 9. تو قبلی اگه یادت باشه مس نیترات بود، اندیسش 2 بود. 2 3 تا 6 اینجا میشه 9. 9 به اضافه 2 ضرب در بی. 2 بی به اضافه سی. بازم به 3 تا معادله رسیدیم. واسه اینکه بتونیم این 3 تا معادله رو حل کنیم، 3 مجهول رو مجهول ها رو کم میکنیم، یعنی 3 معادله 3 مجهولی رو تبدیل میکنیم به 2 معادله 2 مجهولی. چه شکلی؟ آقا به جای 3 آنجا بنویس 6 سی. 6 سی مساویه. یعنی من اینجا اومدم گفتم به جای 3 آ، یعنی ضرب در 3 کردم دیگه اینو، به جای سا 6 سی بقیش خودشه. 9 به اضافه 2 بی به اضافه سی. حالا سی بیاد این ور، مرتب شده شو بنویسیم که زیاد جا نگیره، میشه 5 سی. پس بچه 5 سی مساویه 9 به اضافه 2 بی. حالا یه معادله دیگه بین ای و بی هست، اینم بر اساس سی می نویسم. یعنی به جای ای می نویسم 2 سی. 2 سی مساویه بقیش خودشه 3 به اضافه 2 بی. حله؟ حالا دو معادله دو مجهولی داریم، این اون قبلیه. من میام این رو ضرب در 2 میکنم، این رو ضرب در 5 میکنم. چرا این کار انجام میدم؟ که سمتهای اول با هم دیگه برابر بشه. ایشون هم میشود 2 ضرب در 9 18 به اضافه 4 بی مساویه 5 ضرب در 2 میشه 10 سی. با این برابر میشه 5 ضرب در 3 15 به اضافه 5 ضرب در 2 بی هم میشه 10 بی. خب بچه 4 بی برس اون سمت میشه 6 بی. 18 منهای 15 سه. بی از اینجا میاد 1/2. خب بی من 1/2 باشه، بقیهش میتونه از اینجا به دست بیاد دیگه. بی 1/2 باشه 2 ضرب 1/2 1. 1 به اضافه 3 4. سی میشه 2. و آی منم میشود آ مساویه 2 سی 4. خب چون بی من به کسر رسیدم، همه ضرایب رو انگار ضرب در 2 میکنم که مخرج کسر از بین بره. خب این که از اول مشخص شده بود میشه 2. آ 4 بود، چون میخوام این 1 بشه میشود 8. ما یه رنگ دیگه بنویسیم که پس اینشون شد 2. ضریب هاش نوس 8. آیل نوس 3 مرتبه هم میشه 2. بی 1/2 بود ضرب در 2 میشه 1. و سی هم که 2 بود میشود 4. الان این واکنش موازنه شده. مجموع ضرایب 2 و 8 10 با 2 12 با این 5 میشود 17. پس بچه ها مجموع ضرایب شد 17. خب ایشون هم شد 17. اختلافشون میشود 7 و گزینه 3 گزینه درست ماست. بچه این سوال رو چندین و چندین بار حل کنید. شاید یکم میگم این موازنه، این معادله هاش به نظرت سخت باشه، ولی خب چاره ای نیست. یا اینکه میتونی
با تست زیاد زدن یک سری ضرایب کلیدی رو تو ذهنت بسپاری. مثلا وقتی یک فلز با نیتریک اسید واکنش میده و ظرفیت فلز 2 به تب ذریعی به هاشنوسه میشه 4، وقتی یک فلز مثل آلومینیوم با این واکنش میده و ظرفیتش 3 هستش، ذریعی به هاشنوسه میشه 8. خیلی کمک میکنه. تو کنکور 98 هم بیسموت رو داده بود، بیسموت هم با ظرفیت 3 شرکت کرده بود. تو پارت 1 ویدیومون گفتیم تو قسمت آموزش ضریب هاشنوسه هم اونجا بچه 8 بود. پس زیادم نگران اینا نباش. میگم این واکنش ها پرتکرارن. وقتی تست میزنی سوال استو حل میکنی، بخشی از استو موازنه اینه، هوشمندانه تست بزن. یعنی اون ضرب کلیدی تو ذهنت باشه که درگیر این ضرب مجهول نباش. بریم پنجمین مثالمون رو ببینیم. میگه در کدام واکنش نسبت ضرایب مولی فراورده. باز صحبت از نسبت میکنه. مجموع ضرایب فراورده ها به مجموع ضرایب واکنش دهنده ها. میگه تو کدومش بیشتره. یعنی شما باید هر 4 تا رو موازنه کنی، بعد این نسبت رو ببینید تو کدومش بیشتره. بریم موازنه رو با هم داشته باشیم. خب ترکیب پیچیده فرق نمیکنه، کائنوسه یا کائنودو. حالا مثلا ما کائنوسه رو انتخاب میکنیم. یه دونه پتاسیم بتم اینجا هم، یه دونه پتاسیم. نیتروژن هم اتوماتیک وار، فقط میمونه اکسیژن. 3 تا اکسیژن اینجا داری سمت واکنش دهنده، سمت فراورده اندیسش 2، ضریبش 1 که میشه 2 تا، اینم باید بشه 1 که مجموع بشه 3. پس 1/2 میخوام کسر رو از بین ببرم، همه رو ضرب در 2 کن، 2 2 1. این نسبت رو واسش حساب کن بچه ها. میشود 3/2، 2 و 1 3. قرار فراورده ها صورت واکنش دهنده توی مخرج باشه. بریم واکنش 2 رو با هم موازنه کنیم. بچه ها مجددن اینجا ما موازنه اسید و باز میبینیم. من با روش معمولی موازنه میکنم، آخر سر میگم که واقعا نیازی به این نبود. بچه های 12 ها متوجهن چی میگم. ضریب 1 رو پشت کلسیوم فسفات میذارم. اوکی؟ چند تا کلسیوم میبینیم؟ 3 تا. یه نکته، چند تا فسفات میبینی اینجا؟ 2 تا. 2 تا پی او 4 میبینی. خب به تبع باید سمت واکنش دهندن باید 2 تا پی او 4 باشه. من دیگه نمیدم فسفر اکسیژن رو جدا کنم. اگر گونه چند اتمی ما در 2 سمت واکنش بدون تغییر باشه، شما گونه رو یه گونه مستقل در نظر میگیری. به همین سادگی. یعنی من پی او 4 اینجا 2 تا میبینم، سمت واکنش دهنده هم باید 2 تا باشه. این شکلی خیلی موازنت اوکی و شیک و مجلسی رفت جلو. 6 تا هیدروژن. آقا چطور 6 شد؟ این اندیسش 2ه، مال هیدروژنه و اکسیژنه. این سم مال همشونه. 3 تا 6 تا. 2 3 تا 6 تا. خب 12 تا سمت واکنش دهنده، سمت فراورده هم باید 12 تا هیدروژن باشه. اکسیژن هم اتوماتیک وار موازنه شد. شمردن اکسیژن یکم سخت بود چون در 4 ترکیب هم هست، احتمال اشتباه میره بالا. و همون نکته تستیش بچه های 12 هم که بحث واکنش های خونسا شدن اسید و باز رو میدونن، تو یک تست قبلی هم اشاره کردم به این نکته. الان شما اینجا 2 تا اوهاش میبینی، 3 تا هاش میبینی. بچه 2 و 3 کجا به هم میرسن؟ یعنی 2 و 3 کجا با هم برابر میشن؟ مضرب مشترکشون چند میشه؟ البته کوچکترین مضرب مشترکشون به طب 6، کممشون دیگه کممه. اوکیه؟ پس 2 و 3 تو 6 به هم میرسن. یعنی من 2 تا عامل بازی دارم، 3 تا عامل اسیدی دارم. پس میام ضریب عامل بازی رو 3 میذارم که بشه 6 تا، ضریب هاش سه پی و چارم 2 میذارم. اگه دقت کنید 2 3 تا 6 تا 3 2 تا 6 تا، یعنی من اومدم عامل های اسیدی و بازی رو با هم برابر قرار دادم. یعنی یک دانش آموز وقتی این واکنش رو میبینه اصلا نیازی به ترکیب پیچیده عنصر آغازگر نداره، صرفا میگه اسید 3 عاملی 3 تا هاش داره، باز 2 عاملی. اوکیه؟ میاد ظرفیت هاش رو ضربدری عوض میکنه. و نکته جالبتر، مگه نگفتیم 6 تا اوهاش؟ 3 2 تا 6 و
و نگفتیم 6 تا هاش، اوکیه؟ 6 تا او هاش با 6 تا هاش میشه 6 تا آب. پس بازم صحبت من تو کسری از ثانیه هاست، شاید زیاد به اینا دقت نکنی، ولی هر چقدر شما مسلح باشی به نکاتی که جنبه علمی داره، جنگولک بازی نیست. من نمیدم اینجا بهت یک نکته بگم که بیس علمی نداره، من صحبت از خونسا شدن میکنم. هر چقدر به این نکات مسلح باشی، نمیگم مسلط، میگم مسلح باشی، بهتر تو میتونی سر جلسه با خستگی کمتر، با سرعت بیشتر، با قدرت بیشتر تست بزنی. ایناست که باعث میشه درصدهای بالای 70-80 انگوش شمار میشن تو کنکورهای سخت. حتی تو کنکورهای آسونم مثل کنکور 98 ما زیاد درصد بالای 80 اینا نداشتیم تو بین 600 هزار نفر شرکت کنند. و اما این نسبت رو واسه ایشون چک کنیم ببینیم چه شکلیه. 1.67 3.25 بچه 7/5 1.14 خب مورد یکم که 1.5 تو اینجا فهمیدم گزینه 2 نیست، چون حداقل گزینه 1 ازش بزرگتره. و اما واکنش سوم، سوختن یک ترکیب عالی اتانول ایشون، یک ترکیب عالی اکسیژن دار. یک نکته ای گفته بودم، همیشه پشت ترکیبی که داره میسوزه با اکسیژن داره ترکیب میشه، یعنی میسوزه، عدد 1 رو بذار. چند تا اکسیژن میبینی؟ 2 تا. به تعداد کربن، چند تا کربن میبینی؟ ببخشید 2 تا. به تعداد کربن 3 و 2. به تعداد نصف هیدروژن H2O. چرا نصف میگی آقا؟ چون اندیس H2O 2ه. خب شما اینجا 6 تا هیدروژن میبینی، 5 و 1 میشه 6، پس ضریب H2O میشه 3. 3 دوتا 6، هیدروژن هم موازنه شد، فقط میمونه اکسیژن. 2 دوتا 4 با این 3 میشه چقدر بچه؟ 7 تا اکسیژن این سم داری. خب یکیش اینجاست، 6 تا واسه ایشون میمونه. پس یکی این یادت نره. تو هیدروکربن ها ما تو ترکیب عالی اکسیژن نداریم و اینو میشماری، میای تقسیم بر دو اندیسی میکنی و ضریب به دست میاد. اینجا اشتباه نکنی بیا اینو 7/2 بذاری، نه، 1 اکسیژن هم تو اتانول هست، فراموشش نکن. بریم این نسبت رو واسش حساب کنیم برای واکنش سوم. مجموع ضرایب فراورده ها 2 و 3 5، 1 و 3 4. بچه ها 5/4 هم 1 و 25. تا اینجا فعلا گزینه 1 داره پیشتازی میکنه، یعنی فعلا از همه بیشتر. و اما واکنش بعدی فرایند هابره. ببینید موازنه این کار سختی نیست، موازنه این با روش همون وارسی کار سخت نیست، ولی من بازم میگم هدفم سرعت دادن بهته. بچه 2 3، هیدروژن اینجا اندیسش 2ه، سمت فراورده 3. خب 2 و 3 کجا به هم میرسن؟ کجا با هم برابر میشن؟ مگه هدف ما برابر قرار دادن تعداد اتم ها نبود؟ خب اینا تو 6 دیگه، این اعداد نسبت به هم اولن، مکسوم علیه مشترکشون 1. خب 2 و 3 کجا به هم میرسن؟ 6. پس 3 میره پشت H2 و 2 میره پشت NH3 و به این ترتیب ضریب اندام 1 میشه، تعداد نیتروژن ها برابر میشه. اینجا هم نسبت رو اگه حساب کنیم، فراورده 2 2/4 میشه 1/2 و دیدیم که بین این 4 گزینه، گزینه 1 مجموع ضرایب فراورده هاش به مجموع ضرایب واکنش دهنده هاش نسبتش از همه بیشتر بود. و اما سوال 6، با توجه به واکنش های روبرو، دوتا واکنش داده، پس از موازنه کدام عبارت درست است؟ بچه این تیپ سوالات کنکورهای نظام جدید مد شده. تو نظام قدیم این شکلی معمولا سوال نداشتیم، یعنی شما دوتا موازنه کنی، تازه بری سمت گزینه ها. خودت یعنی تیپ سوال رو متوجه شدی چقدر فرق داره. خب بریم موازنه این رو با هم ببینیم. ترکیب پیچیده 100% اناس ALF6 ضریب 1 رو میذارم پشت این ماده. خب شما 3 تا سدیم میبینی، پس ضریب NaOH3 میشه.
خب یه دونه آلومینیوم میبینی، اندیسش یک، ضریبش یک، ولی سمت واکنش دهنده اندیس ایشون دوه، پس این باید یک دوم بشه که تعداد آلومینیوم ها برابر بشه. همینجا وایسا، ادامه نده. وقتی اعشار میرسی باید همونجا از شر اعشار خلاص بشی، چون حساب کردن اعشاری بقیه اتم‌ها کار سختیه. پس من میام چیکار میکنم؟ همه رو ضرب در دو میکنم، پس این میشه یک شیش دو. فقط بازم تاکید میکنم موادی که تا این مرحله مشخص شده، پس ایشون ضریبش میشه یک، NaOH ضریبش میشه شیش، و ضریب این NaCl آیلفش میشه دو. درسته؟ خب الان شیشتا سودیوم همه چی اوکیه، میمونه فلور دو شیشتا دوازده تا، پس ضریب هاشف هم باید بشه دوازده، و داستان هیدروژن، دوازده تا هیدروژن با شیشتا هیدروژن میشه هجده تا، پس ضریب هاشتو او میشه نه، و اکسیژن هم اوتوماتیکوار موازنه شد. و اما واکنش دوم سوختن اکتان C8H18. نکته چی بود؟ پشت ماده عالی که داره میسوزه ضریب یک بذار. چند تا کربن میبینی؟ 8 تا، به تعداد کربن CO2، نصف هیدروژن H2، فقط میمونه اکسیژن. 8 تا 16 با 9، 16 و 9 چقدر میشه بچه؟ 25. اندیس دو میبینی؟ 25 دوم. به کسر رسیدی، کسر رو از بین ببر. پس ضرایب جدیدن می شود 2 25 16 و 18. حله؟ خب الان میتونم برم گزینه ها رو بررسی کنم. میگه مجموع ضرایب مولی مواد در معادله واکنش 1 برابر 26. خب بچا جمع بزنید، 1 و 6 7 با 12 19 با 2 21 و 9 میشه 30. این گزینه غلطه. اختلاف مجموع ضرایب مولی مواد واکنش دهنده در دو واکنش برابر 8 است. بچه فقط واکنش دهنده ها رو گفته در دو واکنش. خب 1 و 6 7 با 12 میشه چقدر؟ 19. منهای 2 و 25 میشود 27. تفاوتشون چقدره؟ 8. این جمله درستیه. پس یه بار دیگه چک میکنم، 1 و 6 7 7 و 12 19، و ضرایب واکنش دهنده ها در واکنش دوم مجموعشون میشه 27. 27 و 19، 8 تا با هم تفاوت دارن. بریم دلیل غلط بودن بقیه گزینه ها رو ببینیم. ضریب H2O در واکنش دو، خب 18 میگه 3 برابر واکنش 1، نه 18 دو برابرشه. این 3 برابر کار خراب کرد. و گزینه 4، مجموع ضرایب مولی مواد در معادله واکنش 1 به ضریب CO2 برابر 8. ببینید مجموع ضرایب که تو واکنش 1 30 بود، ولی ضریب CO2 16 بود. این گزینه هم گزینه اشتباهی بود. بچه‌ها تو ادامه چند تا تمرین دیگه به خودتون در واقع میسپاریم، حتما اینا رو حل کن با روش هایی که گفتیم. نمیخوام تایم ویدیو بیشتر بشه، طولانی و خسته کننده بشه. خودت تا یکیش رو خودت حل نکنی اتفاقاتی نمیفته. یعنی من تا صبحم واسه 30 تا مثال حل کنم، خودت خودکار به دست نشی، درگیر نشی، اشتباه نکنی، اتفاقاتی نمیفته. آموزش تو تمرین و ممارسته، ولی من کنارتم. اوکی، حل کن. هر کدوم رو نتونستی تو سایتمون قسمت پشتیبانی واسمون پیام بذار، ما حتما پشتیبانمون کمکتون میکنم. کاتالیستی باشی.